پس از اینکه همایون افغان در ترکیه با قیمت 1.5 میلیون دلار خانه خرید، توجه بیشتر مردم به کار و فعالیت‌های او جلب شد. اینک همایون افغان چگونه توانست میلیونر شود؟ و آیا از طریق یوتیوب می شود که به این همه پول گزاف رسید و یا خیر؟ در ادامه با ما باشید، اما قبل از آن برای دوست شدن با ما علامت سابسکرایب را فشار بدهید. چند روز قبل همایون افغان، جوان یوتیوبری که از 8 سال بدین سو در ساحه یوتیوب فعالیت دارد، از خانه جدیدش رونمایی کرد و همچنان برای بیننده هایش گفته که او به قیمت 1.5 میلیون دلار این خانه را در ترکیه خریده است. استقامت و فعالیت دوامدار در هر کار می تواند شما را به نتیجه مثبت و مؤثری سوق دهد. در هر کار و کسبی، شروع آن شیرین اما ادامه آن گاهی دلگیر کننده است. همایون به مدت 8 سال به شکل دوامدار بدون این که در کارش دلسرد شود ادامه داد و در این مدت توانست ماهانه مبلغ هنگفتی را از یوتیوب به دست بیاورد. آنچه که همایون را در تناسب با دیگر چهره های رسانه متمایز ساخت، گزارش های شهری او که از نقاط و گوشه های کابل و سایر مناطق افغانستان تصویرسازی می شد بود. همایون با استفاده از این ترفند توانست برنامه های سرگرم کننده برای کسانی که سالها از وطن دور هستند و دوست دارند هر گوشه کشور را تماشا کنند، ثبت کرد و با استقبال کثیر مردم روبرو شد. نگفته نباید گذاشت که یکی از دلایل محکم میلیونر شدن همایون افغان حمایت مردم بود که ویدیوهایش را تماشا می کردن و از طریق همین حمایت ها اکنون همایون افغان به 1 میلیونر مبدل شده است. نکته دیگری که قابل مکس است، همایون در این مدت تا توانست خود را وطن دوست جلوه داد و مردم به خاطر همین تظاهر وطن دوستی او بیشتر برنامه هایش را تماشا کردند. حالا که به ترکیه رسیده و در آنجا خانه خریده، دیگر از آن وطن دوستی خبری نیست و بیننده هایش را تشویق به خریدن خانه در ترکیه و بیرون شدن از افغانستان می کند. به هر صورت شما می توانید نظرتان را در مورد کارکردهای همایون افغان در کامنت بنویسید. سپاس از این که تا این دم با ما بودید. اگر تا اکنون عضو کانال ما نیستید، برای دوست شدن در کانال ما علامت سابسکرایب را فشار بدهید.